جدال باندهای متخاصم رژیم بر سر مذاکرات هسته‌ای در آستانه دور جدید مذاکرات ژنو برای رسیدن به توافق جامع یا نهایی، قبل از آنکه نشان دهنده وضعیت تعادل قوای باندهای رقیب باشد، مبین وضعیت به زانو درآمده نظام در مقابل جامعه جهانی از یک سو و وحشت از مردم و مقاومت آزادی ستانشان از سوی دیگر است. تمامی باندهای متخاصم، اهم از دلواپسان تا مهرهای نزدیکتر به خامنه‌ای و تا رفسنجانی و روحانی، همه با هم بر ادامه مذاکرات تاکید می‌کنند. چون هیچ یک راه دیگری برای شل کردن تنابه تحریم‌ها که گلوی نظام را در پنجه خود گرفته ندارند. اما باند ولی فقیه و دلواپسان نظام اولا می‌گویند که دلواپسی‌های ما فقط هسته‌ای نیست. ثانیاً موضوع مذاکرات فقط هسته‌ای است و بس، یعنی زهر هسته‌ای آری، اما سایر جام‌های زهر فعلا نه. روز جمعه 19 اردیبهشت آخوند احمد خاتمی در قم و آخوند موحدی کرمانی در نمایش جمعه تهران هر دو بر این امر تاکید کردند که مذاکرات در چارچوب تعیین شده رهبر معظم به قوت خودش ادامه خواهد داشت، اما در این حال هشدار می‌دهند هر قدمی که ما عقب نشینی کنیم دشمن 10 قدم جلو می آید. آخوندها و مهره های ریز و درشت رژیم از این قدم های عقب نشینی تحت عناوینی همچون تهاجم فرهنگی، فتنه تمام شدنی نیست، مسئله حجاب و عفاف، خداحافظی با حسن نصرالله یعنی عقب نشینی از سوریه و عراق یاد می کنند که معنی آن برباد رفتن سرمایه گذاری سالیان روی بنیادگرایی و صدور ارتجاع است. این ریشه و علت تمام تناقض‌گویی‌های مقامات و مهره‌های باند خامنه‌ای و دلواپسان نظام است که تصویر واضحی از اضمحلال و فروپاشی را در انتهای این مسیر به یکدیگر نشان می‌دهند. بنبست نظام در سمت باند رفسنجانی روحانی هم تماشایی است. اینها از شرایط وخیم اقتصادی و خزانه خالی ابراز دلواپسی می‌کنند تا بستن با کت خدا را توجیه کنند، اما وقتی پرداخت قیمت آن به میان می آید پا پس می کشند. از آزادی های اساسی مردم در این حد می توانند دم بزنند که رفسنجانی از بگیر و ببند بابت موی زنان انتقاد کند و جست به اصطلاح مدره بگیرد، و یا آخوند روحانی رکورد شکنیش در اعدام را توجیه کند و بگوید اعدام حکم قانون است، حکم شرع است، اعدام بکنید، ولی وقتی محکوم را پای چوبه اعدام میبرید به اون ناسزا نگویید. این تناقض مضحک در اعماق به وحشت باند رفسنجانی روحانی از عواقب ترک برداشتن طلسم اختناق و انفجار خشم مردم راه میبرد که به رغم نیازشان به بستن با غرب جرأت ندارند به حداقل‌های ضروری این نیاز پاسخ دهند، چون تجربه کردند که یک قطره آزادی با چه سرعتی نظام ولایت را در شیب سرنگونی و اضمحلال فرو می‌غلطاند.